Ciao a tutti, sono Signor Vidgoli, siamo in Ferrolando.com nella lingua italiana. Oggi vado a insegnare verbi riflessivi, perché dopo verbi riflessivi andiamo a parlare di attività quotidiane, daily routines. Salam دوستان، حالتون چطوره؟ امروز میخوام افعال رفلکسیو یا واکنشی به ایتالیا بهتون درس بدم. توی ایتالیا هم گفتم چرا افعال رفلکسیو؟ چون بعد از رفلکسیو ها میخوایم به راحتی درباره کارهای روزمره صحبت کنیم. یکی از سوالهای مهمی که ازتون میپرسن میگن پالاته پر فاوره دی توا اتیویتا کوتیدینه، درباره کارهای روزمره تون صحبت کنید. به خاطر همین باید بدونید فعل رفلکسیو چی هستن. تو ویدیو قبلی ما فعل عادی هم که یاد گرفتید، یه سری بی‌قاعده هم داشتیم، اینا رو کنار هم بذارید به راحتی میتونید درباره کار روزمره صحبت کنید. سریع بریم سراغ افعال رفلکسیو. کومنچامو. خب افعال رفلکسیو تو ایتالیا آخرشون اس آی میبینید. همه فعلا گفتیم آره، اره، ایره ختم میشن، اینجا ا میفته، یه سی بهشون چسبیده میشه. برای مثال فعل سالوتاره داریم، یه فعل هم داریم سالوتارسی. توی دیکشنری جفتش وجود داره. فرقشون چیه؟ فرق افعال عادی فرم سیمپل با رفلسیوی چیه؟ تو حالت عادی مفعول جملتون کس دیگه است، چیز دیگه است، خودتون نیستید، واکنشش به خودتون بر نمیگرده. ولی تو افعال رفلسیوی واکنشش به خودتون برمیگرده و توی زبانهای رومانس، اسپانیایی، پرتغالی، ایتالیایی، فرانسوی ما اینو داریم. توی ایتالیایی گفتیم آخرش اسوای میگیره. خب سالوتاره یعنی با کسی سلام احوال پرسی کردن، مفعولت کسی دیگه است. سالوتارسی یعنی خودت هم داخلش هستی، تاکید داری میذاری رو خودت. یا فعل داریم آلتساره، تو این فعل خیلی بهتر متوجه بشید. آلتساره یعنی بیدار کردن از خواب. کسی مفعول کسی دیگه است، برادرم از خواب بیدار میکنم، خواهرمو. ولی وقتی میگیم آلتسارسی یعنی خودم از خواب پا میشم، او خودش از خواب پا میشه. فرق توی کنیگاتسیونهاشون چیه، صرف فعلشون چیه، انگار نه انگار که اون سی وجود داره. سالوتار رو مثلا صرف کنید سالوتاره، طبق ویدیویی که قبلا داشتیم فعل رگولاره، سالوتو، سالوتی، سالوتا، سالوتیامو، سالوتات، سالوتانو. خب اینجا پشتشون قبلشون پروناون باید بذارید، ضمیر بذارید، به این صورت که جلوی ایو می میذارید، گفتیم فایلارم نمیگیم، می آلتسو، تی آلتسی، سی آلتسا، بیدار میشم، بیدار میشه خودش، بیدار میشود، می تی سی، آلتسو، آلتسی، آلتسا. فعل ما آره، صرف فعلمون هم که باقاعده می آلتسو، تی آلتسی، سی آلتسا. خب اونور چی؟ نوی، وی، لورو. اونور داریم چی، وی، سی. چی آلتسیامو، وی alzate, si alzano. به همین راحتی. یه بار دیگه mi alzo, ti alzi, si alza, ci alziamo, vi alzate, si alzano. این صرف فعل بیدار شدن. حالا سالوتارسی، mi saluto, ti saluti, si saluta, ci salutiamo, vi salutate, si salutano. They greet each other, si salutano. آنها با هم سلام احوال پرسی میکنن. اوکی، این از افعال رفلسیوی. خیلی مهم هستن، اکثر فعلا حالت سادهشون رفلسیوی داره. تو دیکشنری حتما باید چک کنید، تو جمله ها زیاد میبینید سرفعلاشون، حتما یادتون نره. یه پروناون رو به راحتی پشتش میذارید. حالا چرا فعل رفلسیو گفتیم؟ گفتیم کارهای روزمره توش فعل رفلسیو داره. وقتی میخوایم بگیم مثلا از خواب پا میشم، دست صورت هم میشورم و حالا باقی داستانا تا ادامه، تا شب چه کاری انجام میدید، یه سریاشون فعلای رفلکسیو داره، باید بدونید. برای مثال بهتون میگن پالاته دی وستره اتیویتا کوتیدیانه، درباره کار روزمرتون لطفا صحبت کنید. به راحتی میگید، من دونه دونه میگم، فارسیاشم میگم می آلتسو آله سته، فاچو لا کولاسیونه، مانجو پانه، بیوو ته o bevo caffè, un po' di caffè, faccio la doccia, per esempio, mi vesto, vedete in giù, mi vesto,
اسکو لا کازا وادو آل لاورو ویدو میه کولیگی پالیامو اسکرزیامو دیسکوتیامو فاچامو اونا پاوزا. خب تا ظهرشون رو بهتون به فارسی بگم. می گفتم می آلتسو آل سته، ساعت هفت صبح اخواب پا میشم. می آلتسو الان همه رو با ایو دارم میگم. من تمرین حالا زمانی دیاشم آخر سر داریم. می آلتسو آل سته. بعدش گفتم فاچو لا کولازیونه، صبحونه میخورم. تو جزئیات مانجو ایل پانه، نون میخورم. مانجو لا مارمالاتا، مثلا مربا میخورم. بیوو ایل کافه، بیوو ایل ته، چای مینوشم، کافه مینوشم. می وستو، حالا یا مثلا گفتم فاچو لا دوچا، دوش میگیرم. می وستو، لباس میپوشم. اسکو لا کازا، خونه رو ترک میکنم. وادو آل لاورو، فعل آن داره بی قاعده است، وادو وای با. وادو آل لاورو، میرم سر کار. ویدو می کولگی، دوستامو میبینم، همکارام میبینم. پالیامو، اسکرزیامو، دیسکوتیامو، صحبت میکنیم، شوخی میکنیم، دیسکاس میکنیم، بحث میکنیم. فاچامو اونا پاوزا، پرانسیامو یا پرانسامو، نهار میخوریم. ریتورنو آل کازا آل تره، برمیگردم خونه ساعت 3. ریتورنو آل کازا، فعل ریتورناره. مصدر رو باید بلد باشید که بتونید صرف کنید. پس میبینید چقدر گرامر مهم هستش. ریتورنو آل کازا آل تره. فاچو اون پو دی پازولینو، البته که نه، یه چورت میزنم. دوپو گواردو لا تیوو، اسکولتو لا موزیکا، لگو ال جورناله یا ال ریویست یا لا ریویستا، تلویزیون میبینم، موسیقی گوش میدم. لگو لجره، لگو ال جورناله، کتاب یا حالا روزنامه میخونم. یا میگم مثلا، میگم اونایی که خیلی فوتبال دوستن میگن گواردو پارتیتو دل کالچو، یه مسابقه فوتبال میبینم. و حالا یا اسکولتو لا رادیو دیگه، مثلا چنو، فعل چنو داریم، چناره. شام میخورم و وادو آلتو، میرم به تخت. دورمو، فعل دورمیره، دورمو، میخوابم. چند تاشون دیدید رفلسیو بودن، خیلی ساده بود، ترکیبی از بی قاعده، با قاعده و رفلسیو برای کارهای روزمره. نکته که اینجا وجود داره خیلی مهم هستش، فقط افعال رو تو صفحه ایو حفظ نکنید و منو حفظ نکنید، حتما باید بتونید بگید او چی کار میکنه هر روز، آنها چی کار میکنن. یه نمونه سری بریم قاطی پاتی. مثلا که کوزا، میگن که کوزا فانو اونی جورنو، آنها هر روز چی کار میکنن. سی آلتسانو، منجانو، اسکولتانو، پرزمپیو چنانو و حالا فعلای دیگه تو حالت سوم شخص جمع. یا میخوام بگیم او مذکر مؤنث، او چیکار میکنه هر رو. سی آلتسا، منجا، بیوه، گواردا، پارلا. نگاه کنید صرف فعلا دونه دونه داره تغییر میکنه بر اساس شخص ما. لیست فعلا رو توی ویدیو افعال بهتون گفتیم، لیست فعل با قاعده که معلوم هستن، نیازی نیست بی قاعده رو حتما دانلود کنید ببینید. این بود از افعال، درس افعال رفلسیوی و کارهای روزمره. یادتون نره هر روز تمرین تکرار کنید و اگرم از طریق اینستا ما رو فالو میکنید، لایک و انتشار یادتون نره. از طریق یوتیوب هم حتما سابسکرایب کنید و اون زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید. کلاس‌های آنلاین ایتالیایی ما هم یادتون نره، به سایت فرالان.com حتما سر بزنید. آریویدرچی.